کشتی المپیک پاریس 2024، کشتی آزاد. توی وزن 74 کیلوگرم یونس امامی دور اول مقابل فرانک چامیزو از ایتالیا قرار گرفت. وزن به نام فرانک چامیزو، کشتی کوبایی از که از ایتالیا کشتی میگیره. کشتی از سال 2015 اون مفاهیم یه دست کمر گیری میکنه و میره تا این خواهد کنه، میره تا این اول امتیاز از سریف خود بگیره پا اولاد تو تن کارت میکنه. چامیزو برونز المپیک، طلا و نقره جهان رو بالاخره کشتی سخت نفسگیر و اساس اینجا پای کشتی رو من خارج میکنه، به دنبال اون خاک میکنه، یه دونتا هم میگیره. مچ پا رو مال خود کنه، به همین شکل دستتون کنه، میره تا خواهد دو امتیاز، دو امتیاز. سعی میکنه برانداز به اجرا بزنه. امامی 9 بر 4 چامیزو رو شکست. تمام. خسته نباشید دلاور. اون دور بعد مقابل باکارندوم از گینه بیساو قرار گرفت. و بعد افت هستن استراحن. حالا ببینیم که دلاور کشورمون یونس امامی دارنده دو مدال برنز جهان در سال 2019 دی برات نیستن. اما ببینین از همونجا سعی میکنه یه پیش میدن دوزه خواهد دو امتیاز و کارو تمام کنه. برانداز بعدی رو اجرا میکنه و موفق میشه. امامی 10 بر 0 این کشیگی رو شکست. یونس دور بعد مقابل کایل دیک آمریکایی قرار گرفت. سمی المپیک رو گرفت. حالا در مقابل یونس امامی ما ببینید لطفا مچ پا رو گرو میگیره و خوب خاک میکنه. همچنان دو کشید اینجا کشید ما سر میکنه که بله پر میزنه و کایل دیک روی پاش لیله میکنه. یونس امامی و پای کشید حالا من زیغنم بکنه و دستان کشیده که داره پاشو در میاره با دیک برونز المپیک، 4 طلا و 1 نقره جهان رو به دست آورده. از وقت نخواست میزنه که فنت میخواد که پای رو تو تکارت میکنه. من موفق میشه یک امتیاز بگیره، یک امتیاز که خاک کنه کشکی ما رو اینجا موفق میشه خاک کنه و یک امتیاز حملات خودشه. یک قوس دیگه تا دارم تو همه قوس کردن زیرگیری میکنه. قوس کشکی ما کرد اما در اون حالا زیرگیری میکنه. یه بار دادم میزنه با دست رو زیرگیری زیر خم رو خود میکنه و هر کار رو میده برای کد کشی. یه خم رو تبدیل میکنه به دو خم از امتیاز بگیری که کار دیگه کار رو بون نمیده. میبره برای زیرگیری اقدام میکنه از در تلاش که حریف بالا بره که اینجا کنده رو بالا میاره و 11. امامی در حالی که 11 بر 1 عقب بود با ضربه فنی مغلوب کایل دیک شد. با توجه به شکست 20 بر 12 این کشیگیر مقابل تاکاتانی از ژاپن، یونس امامی از کشیگیر ژاپن خوب او رو کنترل میکنه ولی اینجا در موقعیت خطرناک که فیتو رو میتابونه دو امتیاز میگیره. بعد یک بار دیگه از جا برمیخیزه و کایل دیک رو در خاک میشونه تا جور بکنه. یک بار دیگه کایل دیک در موقعیت خطر، یعنی که حالا پیتیده بالانداز رو هم اجرا میکنه، اصلا اجازه نمیده که کایل دیک نفسی چاق بکنه. چه فیتیده بالانداز 15 تا 25 امتیاز در نرمال ترین وزن کشتی دنیا بایستی روی زانو قرار بده پارو. این کار رو داره به خوبی انجام میده و حریف رو از منطقه قرمز دو شک خارج میکنه. دیک این کشیگی رو سال گذشته 6 بر 4 شکست داد و اینجا کایل دیک حتی اگر این کنده رو هم به تابونه نتیجه تغییر نخواهد. تو این وزن جمالوف از ازبکستان طلا، تاکاتانی نقره، کایل دیک و والیف برنز گرفتن. تو وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زاره دور اول مقابل لازارف از قرقیزستان قرار گرفت. کاشکی که ما شدیم بفهمین امیر حسین زاره در دور اول مبارزه میکنه با حریف از قرقیزستان. سیستانی اختار به اتمام میرسه یک امتیاز برای کشکی ما در نظر میگیرم. ببین به این شکل میکنه پای حریف از دوشک خارج کنه و یک امتیاز زیر کتف یواش یواش به منطقه قرمز و زرد او رو نزدیک میکنه و بعد از اون هم با تکنیکای نابی که داره که پای حریف این کشیگیر طلای آسیا رو کسب کرده. وقت اول بعد به اتمام میرسه و میرم برای سیستان استرا مطمئن کشتی میگیره برای سیستان. یه زیر سر رو از همونجا سر میکنه خاک کنه حریف خود جو خاک دو امتیاز حالا اصلا ممکنه یه خاک بشه ببازه. حالا یک بار دیگه پای حریف تو زک خارج میکنه و موفق میشه از حریف خودش یک امتیاز. یه بحثه و حفظ کردن اون امتیازات بحث دیگه که به خوبی امیر حسین زاره ما دلاور ما دلاور آملی ما میبینیم زاره 5 بر 0 این کشیگیر رو شکست. 5 بر 0 دلاور کشورمون پیروز میشه. اون دور بعد مقابل آماردسی از کانادا قرار گرفت. هیچ ببره که بریم برای توشک کال توشک ایکی کال دیک با یونس امامی ما کشی خواهد گرفت. البته یه دستو با یه دستو خاک میکنه من موفق بشه دو امتیاز بگیره از حریف خودش. یه دستو برقاسا المپیک حالا یک بار دیگه دستو میکنه سر گردن مهار میکنه میره با پشت حریف خودش خاک میکنه و میکنه برم یه برانداز دسی قهرمانی پانامریکن رو به دست آورد. میره با پشت حریف خودش خاک دو امتیاز چالا کشتی میگیره. یه زیر دیگه بگیر حالا رو زیر گیری میرم خاک دو امتیاز دیگه میگیره کارو تمام میکنه. خسته نباشید دلاور. زاره 10 بر 0 این کشیگی رو شکست. زاره تو نیمه نهایی به مساف تاها آکول از ترکیه رفت. وسط کار آغاز میشه و در ابتدای کار دو کشتیگیر با کارتی بسته کارتون بال میکنه. قهرمان جهان و المپیک.
در تقاضای اختار شده بود. حالا یک امتیاز برای کشتی ما میدن، اختار 30 ثانیه به اتمام رسید، یک امتیاز برای زاره ما در نظر گرفتن. دفاع کارتش کاملا پایین تقاضای اختار برای کشتی ما تزن توسط داور وسط، برای توسط داور وسط باسم در زاره از سمت چپ براست همی کنه شرط برای فنون خودش محیا کنه. وقت 30 ثانیه استراحت فرا میرسه، زاره ایز کار به اون نمیده با تاکتیک متفاوتی نسبت به گذشته. حالا میزنه زیر کتف عارف قادری شکر دیگه به مزه این منطقه نبود ایران. یه قوس میره واسه گیری، یه لحظه میشه پای حریف خارج کنه، همچنان به دنبال دیگه حالا با چه خالی شای یک برابر میشن، اما برنده تا گل هست. گاردو باز کنید بر تقاضا اختار برای تا گل مورد مفاد قرار میگیره، مفاد قرار میگیره. اختار 30 ثانیه حالا تا دو حریف همزه بزنه یاد مچ بغدام میکنه، برگشت در حمله کشیر مثلا میکنه که زیرگیری کنه، از همونجا باز هم سعی میکنه زیرگیراشو به اجرا. اینجا 30 ثانیه به اتمام میرسه، یک امتیاز برای ما میدن، یک امتیاز برای ما میدن، 2-1 میشه. اما مواظب هست که اشتباهی 2022 تکرار نکنه، یک بار این بار کاملا مواظب هست. از دیگه تام میکنه مچ پاسگیری میکنه، پاچ واقعا پرتاب میکنه. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام تمام. اون رستم سنگی وزهای جهان موفق میشه تا گل رو شکست بده. تا گل دفعه خیلی آماده بود، زاره 2-1 آکول رو شکست داد و فینالیست شد. سمت دیگر جدول گنوپیتریاشویلی گرجستانی با شکست کشتیگیران اوکراین، لهستان و آذربایجان فینالیست شد. در المپیک البته در لیگ هم کشتی ما اونو بردن. یه ضربه میزنه، ضربه میزنه، یک بار دیگه در تلاش هست، میره باز دیرگیری پای رو توش خارج میکنه، اولین امتیاز رو میگیره. اونو مازندرانی ها رو میزنه یک بار دیگه زیر کتف نریم، این رو یه پول میزنه، باید بیمه هوا حمله نکنه. یه نپتی شبریا باشه در میره خاک میکنه، اجرا بزنه باراندازه بزنه، کار سخت خواهد بود. یک بار دیگه برای دوباره بارانداز هست، این بار هم باراندازه. خب خوشبختانه دو امتیاز آخره نمیدن، خوشبختانه دو امتیاز آخره نمیدن. این کشتیگیر در المپیک 2020 زاره رو 6-3 شکست داده. حتی خارج کنه دو امتیاز، یک اختار، یک امتیاز به خاطر بیرون بردن پای حریف، دو امتیاز باید بنذاره. پس برای یک اقدام خیمه سنگین میتین خاک کنه، خاک خاک بکنه، دو امتیاز هنوز خاک اینجا خاک میکنه علی خودشو. عطس پری میشه. پس میتین گیر میکنه، خاک دو امتیاز، دو امتیاز. یه بار انداز بزن دلاور، یه بار انداز، یه بار انداز یه میزنه. پارگر کندر بیار بالا دلاور، کندر بیار بالا، یا علی مدد کندر بکش. وقت تمام شد. در نهایت زاره 9-10 شکست خورد و نقره ای شد. گنو توی فینال 2020 در یه ثانیه مونده به پایان مسابقه شکست خورد و نقره ای شد. زاره سال 1398 در حالی که 11-2 از پتریاشویلی عقب بود، در نهایت با نتیجه 15-11 پیروز شد. اما اینجا موفق نشد کار خودش رو تکرار کنه. 15-11 کمتر کسی فکر میکرد که بتونه قهرمان سه ساله جهان نفر سوم المپیک رو به این شکل به زانو در بیاره. تها آکول تو این برونزی شد و از کشتی خداحافظی کرد. نظر شما راجع به عملکرد کشتیگیران ایران تو این اوزان چیه؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا مسابقات بعدی خدا نگهدار.